18 اردیبهشت 1333 شهادت وارتان سالخانیان مبارز دلیر ارمنی. وارتان سخن نگفت چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. وارتان از جمله مبارزان آزادی خواهی بود که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر شد. او پس از تحمل شکنجه های بسیار و در حالی که سینه اش آکنده از اسرار خلق بود، بی آنکه حتی کلمه ای بگوید، استوار بر آرمان هایش ایستاد و جان داد. با شهادت غرورآفرین او در زیر شکنجه، نام وارتان نه تنها در دفتر پیشتازان آزادی ایران که در قلب همه آنان که در سر سودای رهایی دارند ثبت شد. این شعری از شاملو در رسای اوست که چند دهه بعد ترانه‌ای شد برای رزمندگان آزادی. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. وارتان سخن بگو، مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیزه نشسته است. وارتان سخن نگفت چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. هجده اردیبهشت 1387 حکم دادگاه سیناف انگلیس مبنی بر تروریست نبودن مجاهدی. هجده اردیبهشت 1387 دادگاه انگلستان به ریاست قاضی القضات لورد فلیپس حکم براءت سازمان مجاهدین خلق ایران از اتهام تروریستی را صادر کرد. دادگاه همچنین امکان درخواست تجدید نظر را هم از دولت انگلستان سلب کرد، ضمن اینکه جبران خسارت‌های مربوط به برگزاری دادگاه و مانند آن را نیز بر عهده طرف محکوم گذاشت. این حکم که پایان دوران محدودیت‌های ظالمانه اعمال شده بر مقاومت ایران را نوید می‌داد، موجی از شادی در میان هم‌میهنان و همینطور جوامع ایرانیان خارج کشور به دنبال داشت. این نوید فصل تهاجم مردم و مقاومت ایران بر ضد دیکتاتوری آخوندی بود. نوزده اردیبهشت 1330 آغاز حکومت ملی دکتر مصدق. پنج اردیبهشت 1330 مصدق و یارانش در مجلس موفق شدند طرح مربوط به اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت را به تصویب برسانند. طرحی که مبتنی بر خلعیت از شرکت نفت جنوب بود. دولت اعلی سقوط کرد. از آن لحظه به بعد دربار و استعمار تنها یک راه داشتند، عملیات فریب. و مجلسی که در اکثریت خود در برگیرنده عناصر دربار و استعمار بود و مخالفت سرسختی با مصدق داشتند، در میان شگفتی عمومی به نخست وزیری مصدق اظهار تمایل کرد. این حیله مشترک دربار و مزدوران استعمار بود. اگر مصدق نخست وزیری را میپذیرفت، باید در چنبره کارشکنی های مجلس خرد میشد و پس از کنارگیری هم دیگر نمیتوانست عضو مجلس باشد. به این ترتیب از تأثیر میافتاد و اگر نمیپذیرفت، باز هم خود به خود از تأثیر میافتاد. اما مصدق با هوشیاری تمام پیشنهاد نخست وزیری را با قید دو شرط پذیرفت. اول اینکه قانون خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب مجلس برسد.
دوم اینکه قانونی در مجلس تصویب شود که اگر مصدق از نخست وزیری برکنار شد از نمایندگی مجلس محروم نشود. به این ترتیب مرتجعان و عوامل استعمار که در ابتدا با نخست وزیری او موافقت کرده بودند مات شدند و مصدق توانست قانون خلأ در شرکت نفت انگلیس در ایران را در مجلس به تصویب برساند و با در دست داشتن آن قانون به عنوان نخست وزیر ایران اهداف ملی خود را در مورد صنعت نفت عملی کند. او به این ترتیب سرمایه مردم ایران را که سالها بر اثر خیانت رضا شاه و محمد رضا شاه و عوامل استعمار در ایران به تاراج می رفت به مردم ایران برگرداند.